در این آموزش قصد داریم با نحوه محاسبه لاپلاسیان یک ماتریس در نرم افزار MATLAB آشنا بشیم. تابعی که در نرم افزار MATLAB برای این کار تعبیه شده تابع دل 2 هست که ما میتونیم ازش استفاده کنیم تا لاپلاسیان یک تابع رو حساب کنیم. لاپلاسیان در واقع مشتق دوم در جهت‌های مختلف هست که به صورت 1/4 مشتق دو در جهت‌های مختلف تعریف میشه. فرض میکنیم که یک بردار داریم به صورت از منفی 2 تا 2 که به واژه‌های 2 دهم 2 دهم تقسیم بندی شده و با استفاده از مشکلید اومدیم 2 تا سطح ایجاد کردیم و همچنین اومدیم یک تابع نوشتیم به صورت x ضرب در ای به توان منفی x2 منهای y2. این به صورت برداری عمل میکنه و خروجیش در z قرار میگیره. در واقع میتونیم بگیم که z یک سطح دو بعدی هست از مقادیر مربوط به تابع z که به صورت اگه صرفش رو رسم بکنیم، صرف مربوط به z، البته به صورت x و y و z، ببینیم چه خروجی رو به ما میده. یک فیگور رو هم در ابتداش قرار میدیم، اجرا میگیریم، میبینیم که به این صورت هستش. حالا میایم لاپلاسیان مربوط به تابع z رو محاسبه میکنیم و ببینیم خروجیش به چه صورت هست. برای لاپلاسیان از دل 2 استفاده میکنیم، به عنوان ورودیش مقادیر z رو میدیم و خروجیش رو در L میذاریم با نماد لاپلاسیان و همچنین میایم فیگور رسم میکنیم با استفاده از دستور صرف که ببینیم x و y و l به چه صورتی نمایش داده میشه. یک اجرای مجدد میگیریم. همونطوری که مشاهده میکنیم لاپلاسیان مربوط به مقادیر موجود در z به صورت عکس سمت راست هست و خود z به صورت سمت چپ هست. دقیقا جاهایی که ارتفاع داشته در تصویر سمت چپ در تصویر سمت راست به صورت جای عمیق نشون داده میشه و این از خواص لاپلاسیان هست که میتونیم برای لپیابی ازش استفاده کنیم و جای مرتفع رو برامون نشون بده. در این آموزش با نحوه محاسبه کردن لاپلاسیان یک ماتریس در نرم افزار MATLAB آشنا شدیم.